و سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز. به اخبار بسیار مهم و داغ از تحولات داخل ایران و جهان با شما عزیزان هستیم. حتی انتهای برنامه لطفاً ما را همراهی نمایید. مشروح اخبار: بیش از 300 کشته و زخمی در یک حادثه وحشتناک در عراق. آتش سوزی بزرگ در یک مراسم خصوصی در شمال عراق بیش از 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت. گفته شده این آتش سوزی در یک مراسم عروسی واقع در شهری در شمال عراق رخ داده است. فرماندار نینوا و الجزیره گفته است که تعداد قربانیان آتش سوزی در شمال عراق به 114 کشته و حدود 200 زخمی میرسد. نخست وزیر عراق نیز همزمان با این آتش سوزی بزرگ به وزرای کشور و به داشت دستور داد تا تمام تلاش خود را برای امداد رسانی به مجروحان بسیج کنند و با اعزام گروه‌های پزشکی به درمان هرچه سریع‌تر آسیب دیدگان و بازماندگان کمک رسانی کنند. اداره دفاع مدنی عراق اعلام کرده است که آتش سوزی در محل تالار عروسی بر اثر استفاده از مصالح بسیار قابل اشتعال و غیر استاندارد بوده است و آتش گرفتن مصالح قابل اشتعال محل عروسی منجر به فرو ریختن بخش‌های از سقف و دیوار تالار عروسی و کشته و زخمی شدن بسیاری از شرکت کنندگان در این مراسم شده است. چراغ سبز آمریکا به سخنان خامنه ای و اعلام آمادگی برای گفتگو با ایران. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت ایران اگر خواستار فضابر دیپلماسی با ایالات متحده است باید در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود تنش‌زدایی انجام دهد و اولین گام در این مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. میلر با تاکید بر عزم آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت واشنگتن بهترین راه برای رسیدگی به این نگرانی از طریق دیپلماسی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خاطر نشان کرد که با وجود نگرانی‌های جامعه بین‌المللی و برخلاف اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، ایران هنوز نشانه‌ای برای تنش‌زدایی در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود انجام نداده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه از طرح ژاپن برای اثرگیری مذاکرات احیای برجام خبر داد. امیر عبداللهیان در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیودو نیوز گفت جمهوری اسلامی هر طرحی از سوی ژاپن را که در آن منافع تهران لحاظ شده باشد مثبت تلقی خواهد کرد. او جزئیاتی درباره ابتکار پیشنهادی توکیو ارائه نکرد، اما به نظر می‌رسد این طرح در زمان سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به این کشور آسیایی در مرداد ماه سال جاری به او ارائه شده باشد. نابودی مرکز تولید موشک‌های اوکراین توسط ارتش پوتین. به گزارش اسپوتنیک، الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین اعتراف کرد ارتش روسیه یک سایت مونتاژ موشک‌های اوکراینی را هدف قرار داده است. پیشتر وزارت دفاع روسیه گزارش داده بود که نیروهای مسلح روسیه طی یک هفته 12 حمله به هدف نظامی در اوکراین انجام دادند که خسارت قابل توجهی به تجهیزات و توانایی‌های رزمی نیروهای اوکراینی وارد کرده است. دانیلوف در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپانیایی ABC گفت آنچه می توانم به شما بگویم این است که متاسفانه روسیه حملات موشکی به مرکز مونتاژ موشک‌ها انجام داد و فرمانده پوتین هنوز زنده است. وزارت دفاع روسیه ویدیویی را منتشر کرده است که فرمانده ناوگان دریای سیاه این کشور را که اوکراین گفته بود در یک حمله کشته شده نشان می‌دهد. تاریخ ضبط این تصاویر که ویکتور شوکولوف از طریق تماس ویدیویی با وزیر دفاع در آن ظاهر می‌شود معلوم نیست. وزارت دفاع روسیه گفت که این ملاقات با حضور مقام‌های ارشد در روز سه‌شنبه برگزار شد. نیروهای ویژه اوکراینی روز دوشنبه گفتند که دریاسالار شوکولوف و 33 افسر دیگر در یک حمله موشکی به مقر ناوگان دریای سیاه روسیه در سواستوپول واقع در کریمه اشغالی کشته شدند. آنها مستقیما از این مقام نظامی نام نبردند و شواهدی دایر بر کشته شدن او ارائه نکردند. آنها حالا میگویند که در حال رفع ابهام از آن گزارش ها هستند. پرتاب موفقانه ماهواره نور 3 توسط ایران و موفقیت بزرگ برای سپاه. فرمانده کل سپاه گفت ماهواره تصویربرداری نور 3 نیروی هوافضای سپاه صبح امروز با ماهواره بر قاصد به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار 450 کیلومتری زمین قرار گرفت. به گزارش ایسنا، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه این خبر را در همایش یادها و نامها که امروز در سالن 5 آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد اعلام کرد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین اظهار کرد دفاع مقدس نازله ای از عاشورا بود. عاشورا قله دست نیافتنی عالم است که خداوند پذیرفت زیباترین مخلوق هستی را برای کرامت انسان و کسانی که با منطق شرافت، کرامت، جوانمردی، عاطفه و اخلاق زندگی می‌کنند برای دفاع از اسلام
به میدان بروند، شهید شود و اهل بیتش در سخت‌ترین حالت اسیر شوند تا برای همه تاریخ به عنوان حجت برای مسلمانان و محبان اهل بیت بدرخشد و هیچ بهانه‌ای برای ترک میدان جهاد وجود نداشته باشد. حمله اسرائیل به مراکز نظامی ایران در خرم‌آباد. احمد وحیدی گزارش‌ها درباره حمله اسرائیل به مراکز نظامی در خرم‌آباد را تکذیب کرد و لرزش ایجاد شده را ناشی از زلزله دانست. تایمز اسرائیل نوشته بود طبق گزارش‌ها صدای مهیب در خرم‌آباد احتمالاً بر اثر انفجار در نتیجه یک عملیات خرابکاری در یک پایگاه ساخت موشک‌های بالستیک بوده. جزئیات تازه و ویدیوهای دردناک از تسلیم شدن سربازان اوکراینی به ارتش پوتین. به گزارش اسپوتنیک در تصاویر منتشره که از طریق دوربین دید در شب گرفته شده است، یک سرباز اوکراینی با بالا بردن یک پارچه سفید رنگ قصد خود را برای تسلیم شدن نشان می‌دهد. سپس دو نفر از همرزمانش نیز به وی می‌پیوندند و جعبه‌های مهمات خود را نیز به درون جاده حمل می‌کنند. پس از این آنها به داخل بوته‌ها بازگشته و جعبه‌های دیگری از مهمات خود را به درون جاده منتقل می‌کنند. یک منبع خبری نزدیک به وزارت دفاع روسیه بریانوستی گفت با استفاده از یک کانال ارتباطی باز با نامیدن علامت تماس که در فرکانس باز 149200 است، سه سرباز از نیروهای مسلح اوکراین تسلیم شدند و مهمات خود را نیز تسلیم کردند. وی افزود که پس از تحویل غنایم از طریق کانال رادیویی، یک نقطه خروجی دیگر نیز به آنها اختصاص داده شد و در آنجا تسلیم ارتش روسیه شدند. این اولین بار نیست که پرسنل نظامی اوکراین با استفاده از فرکانس رادیویی باز و علامت تماس تسلیم می شوند. یک هفته پیش چندین سرباز نیروهای مسلح اوکراین در خط مقدم در منطقه دانسک تسلیم شدند و تقریبا در همان زمان در محور سواتوف سربازان اوکراینی داوطلبانه سلاح‌های خود را در همان فرکانس زمین گذاشتند. و سرانجام ترامپ اسلحه کشید. رئیس جمهور سابق آمریکا با این سلاح که ترامپ 45 نام دارد عکس گرفت. سخنگوی او در توییتی که اکنون حذف شده است گفت که ترامپ این اسلحه نیمه اتوماتیک را خریداری کرده است. اگرچه این یک جرم محسوب می شود، زیرا قانون فدرال افراد تحت کیفرخاص را از خرید اسلحه منع می کند. در ویدیو در کارولینای جنوبی و در جریان کارزار تبلیغاتی، ترامپ تفنگ دستی را تحسین می کند و می گوید وای، باید یکی بخرم. تلاش آمریکا برای شروع جنگ هسته‌ای کره شمالی و کره جنوبی. کیم سونگ سفیر کره شمالی در سازمان ملل، ایالات متحده و کره جنوبی را متهم کرد که قصد دارند شبه جزیره کره را به جنگ هسته‌ای بکشانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کیم سونگ در آخرین روز از مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار شد گفت با توجه به حرکات تحریک‌آمیز واشنگتن و سئول، کشورش چاره‌ای جز تسریع فرآیند تقویت توان دفاعی خود ندارد. به گفته سونگ، سال 2023 به عنوان یک سال بسیار خطرناک ثبت شده است. شبه جزیره کره در یک وضعیت انفجاری با خطر قریب الوقوع جنگ هسته‌ای قرار دارد. با توجه به شرایط حاکم، کره شمالی خود را فوراً ملزم به تسریع در امر ایجاد قابلیت‌های دفاع از خود برای جلوگیری از نفوذ دشمنان می‌داند. به گفته رویترز، کره شمالی طی 18 ماه گذشته ده‌ها موشک بالستیک آزمایش کرده است. ایالات متحده مدت‌هاست هشدار می‌دهد که پیونگ‌یانگ خود را برای انجام هفتمین آزمایش هسته‌ای آماده می‌کند. پیشنهاد وسوسه انگیز هسته ای ایران به ریاض. روزنامه عرب زبان رأی الیوم به نقل از منابع دیپلماتیک غربی بدون ذکر نام از پیشنهاد ایران به عربستان در زمینه کمک برای آموزش نیروهای متخصص سعودی در زمینه هسته ای در راستای بهره برداری این کشور از انرژی صلح‌آمیز هسته ای خبر داد. رأی الیوم در گزارش خود به نقل از منابع دیپلماتیک غربی ماهیت پیشنهاد ایران را وسوسه انگیز توصیف کرده است. طبق گزارش این منابع غربی، ایرانی ها در جزئیات پروژه هسته‌ای در داخل عربستان ورود نمی‌کنند. همچنین طبق این پیشنهاد، ایران می‌تواند میزبان 600 نفر از کارشناسان، دانشمندان و پرسنل سعودی به شکل رایگان باشد و آنها در زمینه نحوه احداث مراکز و تأسیسات هسته‌ای و دیگر جزئیات برای چند ماه آموزش دهند. این منبع دیپلماتیک غربی تأکید کرده است که طبق این پیشنهاد هیچ پرسنل، مشاور یا ناظر ایرانی حضور نخواهند داشت و دخالتی در پروژه و مدیریت آن به هیچ نحوی وجود نخواهد داشت و خود سعودی‌ها از آموزش‌های مذکور عهده‌دار پروژه هستند. درگیری مسلحانه مبارزان مقاومت با صهیونیست‌ها. نظامیان صهیونیست امروز چهارشنبه یورش‌های گسترده‌ای به مناطق مختلف کرانه باختری داشتند. در جریان یورش بامدادی نظامیان صهیونیست به شهر توباس در شمال کرانه باختری، مبارزان مقاومت با آنها وارد درگیری مسلحانه شدند. در جریان این یورش، نظامیان صهیونیست فلسطینی از اهالی توباس را بازداشت کرده و به مراکز امنیتی منتقل کردند. نظامیان صهیونیست همچنین امروز به شهر دیگری یورش برده و یک
جوان فلسطینی را در این شهر بازداشت کردند. آنها همچنین امروز به شهرکی در جنوب نابلس یورش بردند تا مجری عملیات حواره را بازداشت کنند. با وجود تلاش گسترده صهیونیست‌ها برای بازداشت مجری این عملیات، در نهایت آنها در این عملیات ناکام مانده و مجبور به عقب نشینی شدند. مبارزان مقاومت نیز در مناطق مختلف نظامیان صهیونیست را هدف تیراندازی قرار دادند. آنها در طولکرم نیز ایست بازرسی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را هدف تیراندازی قرار دادند. نظامیان صهیونیست همچنین در یورش به قدس اشغالی و الخلیل نیز چندین فلسطینی را بازداشت کردند. تعرض نظامیان اشغالگر به شهرک یعبود در جنوب جنین و شهرک العوجا در شمال اریحا با تقابل جوانان فلسطینی مواجه شد. و سرانجام زلنسکی از حملات مرگبار پوتین به گریه افتاد و خواستار کمک فوری شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در اظهاراتی گفت تحریم‌ها علیه روسیه برای متوقف کردن تجاوز این کشور کافی نیست و متعهد شد که اقدامات جدیدی علیه مسکو اتخاذ خواهند کرد. زلنسکی شامگاه سه‌شنبه 4 مهر در سخنرانی ویدیویی خود افزود به وضوح روند فشار بر روسیه که باید تقویت شود را می‌بینیم تا از رشد قابلیت‌های تروریستی این کشور جلوگیری شود. او ادامه داد تحریم کافی نیست. اقدامات اوکراینی علیه دولت تروریستی بیشتر خواهد شد و تا زمانی که روسیه به تجاوز خود ادامه دهد باید خسارات را احساس کند. زلنسکی همچنین درباره اوضاع خوب در جبهه نبرد سخن گفت اما وارد جزئیات نشد.